حضرني جرامي اما شما و ساکنان سربلند و زحمت پیشه این آیه دنگره را به مناسبت آغاز فعالیت مرحله دویمی مجمع سی سالی جونتای دنگره کارخانه معاصر رساندگی و آغاز ساختمانی کارخانه صمیمانه تبریک میگویم. همچنین شما و کل مردم شریفی تاجیکستان را به مناسبت روز کنسوس تبریک می نمایم. باز سه کارخانه دیگر رساندگی رنگ باریماتو و دوزندگی یعنی محصولات تیار اینان با همین خیل با اقدار دو کارخانه باز 25 هزار تانه دیگر در رساندگی یعنی هزارها جای کار نوی دیگر می شود در ظرف سه سال آینده تا جشن سی سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هر سه کارخانه باقی مانده بنیاد کرده با کار شروع میکند. حکومت کشور در حجتهای استراتژی سالهای آخر قبول کرده خود با بنیاد کارگاه و کارخانه‌های سه سالی افزلت داده به این مقصد تمام تدبیرهای ضروری را عملی گردانده ایستاده است. ما تصمیم گرفتیم که با همین راه تاجیکستان را از کشوری اگراری و صنعتی با مسیر روش صنعتی و اگراری براریم. با استفاده از اشیای خام فراوان محلی و موجود بودن دیگر برتری ها ترقی دادن ساحه نساجی و دوزندگی یعنی از نخی پخته و سی براماندن استحصال ریشته متوهای گوناگون لباس تیار و نوهای گوناگون محصولات دوزندگی یکی از راه های اساسی تامین نمودن این هدف به حساب می رود. همزمان با این ساحه های ذکر شده در سمت زیاد کردن مال های عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده اهمیت خاصه دارند و بنابراین بنیاد چنین کارخانه های استحصالی مجهز با تکنولوژی های نوترین با جلب سرمایه داخلی و خارجی از جمله سرمایه مستقیم نهایت مهم می باشد. در مملکت ما طی سالهای طولانی پخته همچون محصولات کشاورزی عنعنوی در شکل اشیای خام به خارج کشور صادرات کرده می شد و با همین سبب ما دائم تاکید می کردیم که پخته استحصال شونده با مقصدی به دست آوردن ارزش بلند علاوگی در داخل کشور تا حد نهایی کارکر کرده شود. با وجود این تا سالهای آخر همگی 10-12% نخی پخته در داخل مملکت کار کرده می شود که این نشان دهنده تماما ناچیز بود. با در نظر داشت چنین وضع حکومت مملکت تصمیم گرفت که برای کارکرد پوره این نخی پخته مرحله به مرحله کلاسترهای اگرارصنعتی و کارخانه های استحصالی تشکیل کرده شود. جمعیت جونتای دنگره در نایه دنگره به صفت یک از کارخانه های کلانترین در آسیای مرکزی محض با همین مقصد و جهت براه ماندن استحصال و صادرات محصولات نساجی بنیاد شده ایستاده است. سال 2014 هنگام گذاشتن سنگ اساس بنیاد آن و افتتاح نوبت اول کارخانه در ماه آوگوست سال 2016 اهمیت این مجموعه استحصالی را برای اقتصادیات کشور تاکید کرده برابران و شخصان متصدی در بابت سری وقت با کار انداختن دیگر کارگاه های مجموعه و تشکیل نمودن انفراساختار ضروری آنها سپارش های مشخص داده بودند. باید گفت که جدول با کار اندازی مجموعه 28 نوامبر سال 2015 با قرار حکومت کشور تصدیق گردیده در اساس آن نوبت اول کارخانه یعنی بخش رساندگی در دو مرحله ماه ایون سال 2017 نوبت دویم بخش بافندگی و رنگ بارکنی ماه سپتامبر سال 2018 و نوبت سوم بخش دوزندگی ماه ژانویه سال 2020 باید به استفاده داده میشد. طبق جدول تصدیق شده ساختمان نوبت یکم استحصالات رساندگی کارخانه ماه مارس سال 2014 آغاز گردیده طوری که گفته شد
مرحله اولی آن ماه اوگوست سال 2016 با اقتدار کارکردی 10,000 تانه نخی پخته در یک سال و استحصال ریشته ساخته شد و به فعالیت آغاز کرد. اما ساختمان مرحله دوم استحصالات رسندگی با قفامانی زیاد ماه ایولی سال 2017 آغاز گردید و امروز به استفاده سپاریده شد. وابسته به این خاطر نشان می‌سازم که قفامانی در کارهای ساختمان و وصل‌کنی در بنیاد این مجموعه بزرگ به مسئله تشویش‌آور تبدیل یافته است. بنابراین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت ختلان و ناحیه دنغره وظیفه دارند که همکاری را با سرمایه‌گذاران وسعت بخشیده طبق جدولی تصدیق گردیده با استفاده سپاریدن سلسله های نوبتی مجموعه را تامین نمایند. سرمایه‌گذاران نیز باید درک نمایند که هر یک روز قفامانی از جدولی تصدیق و موافقه شده باعث نگرانی حکومت تاجیکستان می‌گردد. تأکید می نمایم که با دستگیری حکومت مملکت برای وارد نمودن تجهیزات استحصالی و انفراساختاری یک قطار امتیازات مقرر گردیده، همزمان با این برای با اشیاء خام محلی تأمین کردن کارخانه تمام شرایط فراهم آورده شده است. از جمله با قرار حکومت مملکت با مقصد تأمین نمودن کارخانه با پخته اعلی صفت قریب 15,000 هکتار زمین جدا گردیده است. اما از جانب سرمایه‌گذاران همگی 31 زمین از خود گردیده در آن پخته کیش کرده می شود. یعنی طلبات سازشنامه اجرا نشده ساده است که چنین حالت اندیشیدنی تدبیرهای جدی را طلب می نماید. با مقصد سری وقت حل نمودن مسئله اندازبندی تجهیزات ضروری وارد شونده برای آبیاری به گردش کشاورزی وارد نمودن و از خودکنی زمین های نو، مهلت استفاده زمین و دیگر مسائل حل طلبی مربوط به فعالیت مجموعه استحصالی نساجی جونتای دنغره با وزارت های مالیه، صناعت و تکنولوژی های نو، کمیته های دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، اداره زمین و گیادیزی، کمیته انداز، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه دنغره ضرور است که چاره‌های تأخیرناپذیر داده شود. در عبارت شرکت عهده‌دار شدند که آن قفامانی است آنها را برطرف می‌سازد، چی در از خود کردن زمین‌های آبیاری شونده، یعنی سال آینده تا آخر سال 11,000 هکتار زمین از خود کرده می‌شود. حالا در همین مجموعه 800 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت دارند. تا من در نظر دارم هم استحصال کردنی پخته، هم کیش اسود کردنی زمین ها و هم دو کارخانه که حالا در اینجا با کار شروع کردند و معاش خیلی برنده میگیرند. 80-90 فایزشان حساب بانوان، دخترانی تاجیک از تمام شهر نوایی مملکت، متخصص های جوانی تاجیک، آنهایی که فکولته های صنعتی سبوگ را ختم کردند، از خودی همین نهایت در بعض دانشگاه دولتی نهایه دنگره علاقه در کارخانه 1,500 تا 3,000 سامانی معاش گرفته ایستادن. حالا فعالیت منظم کارگاه رسندگی مجموعه با اشیای خام یعنی نخی پخته از کارخانه پخته تازه کنی نهایه دنگره و دیگر شهر نهایه منطقه تأمین کرده می شود. با این مقصد همچنین در کشور بنیاد باز یک چند کارخانه پخته تازه کنی با اقتدار 80,000 تانه در یک سال به نقشه گرفته شده است. عموماً این کارخانه اگر پور را به کار دارد، این قریب 50% حجم استحصال پخته جمهوری تاجیکستان را کار کردی پور را می کند. تا محصولات تیار، نه اینکه همچون نخ، با وزارت های صنعت و تکنولوژی های نو، کشاورزی، مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت و ناحیه سپارش داده می شود که یک جا با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی دایر به پوره با اشیای خام تامین نمودن کارخانه از خودکنی زمین های نو، زیاد کردن میدان های کشت پخته و به کار انداختن کارخانه های نو پخته تازه کنی چاره های مشخص اندیشد. کارخانه امروزه در یک سال قریب 15,000 تانه نخی پخته را کار کرده 12,000 تانه
رشته سه سال میکنیم. ما یک کارخانه خرد دیگر را با کار انداختیم، قریب 100 نفر در آنجا با جای کار تامین میشود. الان تکنولوژی بهترین پیشرفته دنیا، پس مانده رشته ای که از اینجا کار کرده میشود جمع کرده در یک سال تا 600 تن کار کرد میکنی. نوبتی اولش با دویمش با کار انداخته میشود. تمام طلبات ساحه تندرستی را با پخته خانه میکند. 13 نمود محصولات ساحه تندرستی درجه عالی، محصولاتی که برای ساحه تندرستی از خارج میآمد از 1 ینور پورا این قد میگردد. یعنی از زنم کارخانه جمهوری پورا تامین میشود. 100 تا دخترکان تاجیک و بچه ها صاحب جای کار و معاش خوب. استحصالات رسندگی کارخانه در مجموع اقتدار کارکرد 25 هزار تن نخ پخته را در یک سال داشته، در آن برای 530 نفر متخصصان و کارگران محلی جای کار دائمی مهیا میگردد. علاوه دو کارخانه 25 هزار تن، در بین آن همین یک کارخانه میشود یک لوح 25 هزار تن نخ پخته را کارکرد میکند. بین یک نیم سال دیگر و باز قریب 500-600 جای کار میشود. طبق معلومات در 9 ماه سال جاری زیاده از 8000 تن رشته استحصال کرده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 3000 تن زیاد می باشد. حصه مجموعه در استحصال محصولات نساجی کشور در دوره ذکر شده 21% را تشکیل کرده. در مدت 2 سال آخر با جمهوری مردم چین قریب 13000 تن رشته پخته صادرات نموده است. مقصد ما از تاسیس چنین مجموعه نساجی در برابر تامین نمودن ساکنان با جای کار و افزایش دادن صادرات محصولات قابل رقابت، اینچنین هرچی کمتر کردن مالهای هم مانند وارداتی می باشد. زیرا تن سال 2017 به کشور در حجم قریب 700 میلیون سومانی محصولات نساجی وارد کرده شده است، حالان که ما هر سال اشیای خامی آن را در نمود نخ پخته در حجم 1,200,000,000 سومان صادرات میکنیم. طبق تحلیل ها با وجود ذخیره زیادی اشیای خام، فعالیت کارخانه های صنعت سبک در ولایت ختلان قناعت بخش نیست. 7 کارخانه صنعتی ولایت که اقتدار لایحوی کارکرد زیاده از 26,000 تن نخ پخته را دارند، سال 2017 همگی 6,500 تن و سال جاری 10,400 تن رشته پختگین استحصال کردند. چون این وضع طلب میکند که رهبران و مسئولان ساحه در این سمت چاره‌های جدی و مشخص اندیشند. در دایره تطبیق لایحه آبیاری زمین‌های وادی دنگره 109 کیلومتر نهر اساسی آب تامین کنی، 87 کیلومتر شبکه آبرسانی زیر زمینی، 38 کیلومتر شبکه آب جمع کنی و آب پرتوها ساخته به استفاده داده میشود. بعدی پوره تطبیق گردیدن لایحه در مجموع 6000 هکتار زمین آبیاری کرده می شود که البته با افزایش یافتن استحصال محصولات کشاورزی از جمله پخته مساعدت می کند. از این رو با وزارت کشاورزی، مالیه، کمیته های دولتی، اداره زمین و گیاهدوزی، سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری سپارش داده می شود که یک جا با رهبران و متخصصان ناحیه دنگره دایر به تطبیق سمرناک لایحه ذکر شده و جلب سرمایه خارجی تدبیرهای علاوگی اندیشد. با فعالیت آغاز کردن مجموعه نساجی باز از آن جهت مهم است که در زمینه آن فعالیت چندین کارگاه و کارخانه دیگر ساحه وسعت گرفته، پرورش پخته ترقی می‌یابد و از این حساب نیز هزارها نفر ساکنان مملکت با جای کار تأمین می‌گردند. عموماً رشد صنعت سبک از جمله ساحه‌های بافندگی و دوزندگی، یعنی کارکرد نهایی اشیای خام، از سمت‌های افضل‌اندک و آینده‌دار اقتصاد ملی ما به شمار رفته. برآماندن فعالیت منتظم چنین کارخانه‌ها باعث با مال‌های صنعتی تأمین شدن طلبات اهالی، فراهم آمدن ده‌ها هزار جای کار و افزایش بودجه دولت می‌گردد. بنابراین حکومت کشور برای رشد این ساحه تمام تدبیرهای ضروری را اندیشیده، پیشرفت استحصالات صنعتی علی‌الخصوص ساحه نساجی را منبعد نیز دستگیری می‌نماید. اطمینان دارم که ساختمان پوره مجموعه استحصالی جنتای دنگره سری وقت
یعنی در مولت مقرر شده و با صفت بلند به انجام رسیده، همه اقدارهای استثنایی آن دستاوردی ارزنده به استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان می‌گردد. بار دیگر تاکید می‌نمایم که تامین نمودن اجرای جدول به کار اندازی مرحله نوبتی مجمع مسئولیت بلند و قابلیت تشکیلاتچگی رهبران و متصدیان و متخصصان ساختارهای دخلدار اینچنین مناسبت جدی سرمایه‌گذاران را تقاضا می‌کند. در جاده عملی نمودن نقشه‌های تصدیق شده و پر به فعالیت آماده کردن این مجموعه بزرگ استثماری با همه شما رهبران و مسئولان و مهندسان و کارمندان مجموعه برای کار آرزو می‌نمایم. دائم سلامت و سربلند باشید. Уважаемые основатели мира и национального единства, лидеры нации, президент Республики Таджикистан, его превосходительство Эмомали Рахмо. Дорогие друзья, очень рад принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй фазы и закладки первого камня третьей фазы текстильного проекта компании Чунтай в Тангаре. В связи с этим позвольте мне от имени китайского правительства выразить горячее поздравление. В течение своей 27-летней независимости под мудрым руководством уважаемого президента Эмомали Рахмо в Таджикистане наблюдается экономическое и социальное развитие, повышение уровня жизни народа, а также рост международного влияния. С 1999 по 2002 год я только 3 года работал здесь в Душанбе в посольстве. Но 3 года тому назад, когда я повторно начал работать в Таджикистане в качестве чрезвычайно полномочного посла Китая, я вот что посмотрел, какие большие крупные перемены в Таджикистане за очень короткое время. Китай, как добрый сосед и надежный партнер Таджикистана, этому очень радуется. В последние годы китайско-таджикские отношения всестороннего стратегического партнерства динамично развиваются, достигли самого высокого уровня в их истории. И в этом играют важную роль установленные между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Эмомали Рахмоном тесные рабочие связи и глубокая личная дружба. В июне сего года лидеры двух стран провели очередную встречу на саммите ШОС в городе Циндао, Китая, на которой определилось направление дальнейшего развития двусторонних отношений. Недавно премьер Госсовета КНР Ли Кэцян совершил его первый официальный визит в Таджикистане, который увенчался большими успехами. В следующем году лидеры двух стран будут обмениваться визитами. Я уверен, что это придаст новый мощный импульс дальнейшему развитию сотрудничества двух стран во всех областях. При теплой заботе, уважаемый президент, сегодня осуществляется ввод в эксплуатацию второй фазы и закладка первого камня следующих фаз, 4-й и 5-й даже фазы проекта Чунтай в Тангаре. Это является еще одним важным результатом сотрудничества между Китаем и Таджикистаном в совместном строительстве «Один пояс, один путь». Имеет большое значение для достижения стратегических целей развития Таджикистана, предложенных уважаемым президентом по преобразованию своей страны из аграрно-промышленной страны в промышленно-аграрную. В то же время это играет важную роль в предоставлении новых рабочих мест, подготовке специалистов и социально-экономическом развитии в регионе. Только что уважаемый президент уже дал указание совместному предприятию Чунтай в Тангаре. Думаю,
что китайская компания должна выполнить, четко, вовремя выполнить. Спасибо. Выполнит свою задачу в срок в честь 30-летия независимости Таджикистана. Китай и будет придерживаться внешней политики доброжелательности, искренности, взаимовыгоды и инклюзивности и поддерживать все больше и больше сильных и надежных китайских компаний в инвестировании в экономику Таджикистана. Уверен, что при искренней заботе и активном содействии со стороны глав двух государств китайско-таджикское всестороннее стратегическое партнерство будет продвигаться вперед на благо наших народов. Я уверен также, что под мудрым руководством уважаемого президента Таджикистан будет поддерживать свое динамичное развитие, и таджикский народ будет жить более счастливой жизнью. Спасибо за внимание. Марамат. Ассаламу алейкум. Асасгузари сулху вахдати милли. Пешвои муаззами миллат. Президенти джумхури Таджикистан. Мухтарам. Джаноби Али. Ман Рахмонов Махмадулла. Сарамузгари кафедраи сахтмони дехат. Гидротехники, донишгоҳи давлати Данғара. Аз фанҳои муҳандисӣ ба донишҷӯён дарс мегӯям. Ҳамзамон дар маркази дастгирии истеъдодҳо идораи лоиҳаҳои инноватсионӣ фаъолият менамоям. Муҳтарам ҷаноби Олӣ, сиёсати хирадмандонаи шумо бори дигар гувоҳӣ медиҳад, ки асри 21, асри техника ва технологияи муосир, تطبیق تکنولوژی‌های نوین برای مملکت‌های جهان از آن جمله تاجیکستان محبوب محسوب می‌یابد. با فعالیت شروع نمودن کارخانه‌های فعالیت رشد اینوواسیونی داشته که با مسئله‌گذاری‌های پیوسته شما از مدل اگری به اندستریالی گذشتن رابطه دارد. برای جوانان امکانات رشد نیروی توانا و دلگرمی به تحصیل و تامین با جای کاری دائمی را فراهم می‌آورد. برای چنین اقدام‌های پیش گرفته شما در بخش رشد اینوواسیونی کشور همیشه مینت پذیریم. وابسته به این در دایره فعالیت در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جهت آموزش نمودن متخصصان شما را باور می‌کنیم که در جامعه نقش نظرس خواهیم گذاشت. محترم پیشوای معظم ملت امروز با کار شروع نمودن کارخانه نو ادامه بخش تطبیق پرثمر سیاست درهای کشاد می باشد که نمونه بهترینش مناسبت ها با دولت دوست و همسایه جمهوری خلقی چین می باشد. ما جوانان نه تنها زبان می آموزیم بلکه سبناک استفاده بردن تکنیک و تکنولوژی معاصر را از بر می نماییم تا توانیم در رشد اقتصادیات وطن محبوبمان سهم با سزای گذاریم. با یک جهان صمیمیت و احترام در عرفه روزی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به شما سلامتی و صحتمندی تمنا می نماییم. تشکر و خدمت شما. سلامت باشید. شما تا دوره دانشگاه آمدن کجا کار میکردید؟ سال 2012 فیلیال دانشگاه اگری تاجیکستان در ناحیه دنغره بودا رو ختم کردم. از سال 2012 تا این جانب در همین دانشگاه کار و فعالیت میکنم. خب شرایط دانشگاه چه خیلی است؟ شرایط های دانشگاه جناب علی بهترین شرایط های خوب است. بهترین در جمهوری شرایطی درجه عالی است. بله جناب. شاگرد تیار کن، شاگرد ها خوب شد است. متخصص های سطح بلند تیار کنیتان سیر طلب باشید. برای ما متخصص در کار، برای ما نام به نامش معلومات عالی نی، متخصص در کار، متخصص های سطح بلند خوب شد است. بسیار سطح بلند. این با اهمیت کلانت یک خوابگاه، آشخانه، کتابخانه، کتابخانه الکترونی، تالار ورزشی، تمام بازه مادی تکنیکی درجه عالی. سلام باشید. دهقانان اصیل میدونن در ماه اکتبر در نواحی دنغره به چنین درجه هم خنکی نمیکرد هم باران نمیبارید.
27 اکتبر در نویه دنگره کشتی تیرمایی را در زمین های لرمی شروع میکردند. حاضر هیچی نباشه 25-30 سانتیمتر نم شدگی. این بهترین شرایط است برای کشت کار تیرما. اگر دهخانی اصیل باشه شب روز کار میکنند. کشت میکنند میگرند. 50% خراجات های سوزیشواری کم میشود. 90-99% تخمی میسبزد. این بسیار حاصلناکی غلای تیرمایی را زراعت هم بینید بلند میکند. شب و روز زحمت کشیده کشت کنیتون. شدگار کنیتون. باید باخو را کار کرد کنید. کشتی تکراری را اینکشاف دید. انشاءالله زندگی هم خنوگ میشود. هم دراز طولانی. کارهای آبادانی با شرافت جشن 30 سالگی هر یک انشاءاتی که میسازید با صنعت بلند معماری تعریزی کنیتون. با سرجمعی تمام این کار کردن ممکن. تشبسکار در کار. برای مردم متخصص قابلیت تشکیلاتی داشته. برای نسل های آینده مون میکنیم. برای فرزندان خودمون میکنیم. مسائل تا مکتبی، بخشای کودکان، در محله های کلان، ساختن دکار. در دیه اگر 500 تا آیله باشد، یک کودکی 500 کودک. کودک 6 سال میرود، 5 سال میرود. وای علاقه سنفی مکتبی میانه باید تیار میشود. سنجش کنیتون. کودکی بخشا گرفتگی مکتب میرود، شورداکی چکرد است. کودکی بخشا نرفت است. فرق میکند. آداب، اخلاق، جهانبینی، شورداکی، ذهن، آموزگار در مشکل نمیشه. سلامت باشید. موفقیت برای کار.